آیا واکسن کووید 19 رو سازمان بهداشت جهانی توزیع میکنه یا هر کشوری باید جداگونه بخره؟ آیا امکان پیش خرید این واکسن از الان وجود داره؟ این سوال ها رو شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @bbc شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و مهمون امروز ما دکتر حمیدرضا ستایش هستن، کارشناس سلامت عمومی از اتحادیه جهانی واکسیناسیون. بیشتر از 100 تا واکسن در مرحله آزمایش هستن و چند تاشون وارد فاز دوم شدن. چقدر به رسیدن به یک واکسن مؤثر نزدیکتر شدیم؟ خیلی خیلی زیاد، یعنی با سرعتی اعجاب انگیز داریم میریم جلو. اون فازهای واکسن اگه در نظر بگیریم، یه فاز پیش بالینی هست و 3 تا فاز بالینی رو ما در نظر میگیریم برای هر واکسنی که بخواد به طول دماغ برسه و در اختیار جمعیت عمومی قرار بگیره. تو فاز پیش بالینی بیشتر از 110 تا واکسن رو داریم و تعدادی واکسن هم داریم که از کشورهای مختلف الان در مرحله بالینی اول و دوم هستن. توی مرحله اول معمولاً اون امنیت واکسن و اینکه اون آثار سو و مضری که ممکن داشته باشه رو بهش نگاه میشه و تو فاز بعد، فاز دو، این توی بیشتر از 1000 نفر این آزمایش انجام میشه که در سطح کلان هم اثر بخشی واکسن رو بشه بررسی کرد. ما واکسنایی رو داریم، 3 تا کاندید داریم، از چین، از آمریکا، از آلمان، از انگلستان، و این واکسن‌ها از نوعای مختلفی هم تولید شدن. واکسن‌هایی داریم که از اجزای کشته شده و غیر فعال شده ویروس استفاده می‌کنن، بعضی رو داریم که از کد ژنتیکی ویروس استفاده می‌کنن، و بعضی‌هاشون چیز جالبی که هست اینه که از زیر ساختایی که مثلا برای واکسن ابولا تولید شده بود یا آزمایشاتی که برای واکسن قبلی مرس از خانواده کرونا انجام شده بود، همه اینا دارن کنار هم جمع میشن که بشه کمک کرد و واکسن کووید 19 رو با سرعت اعجاب انگیزی تولید کرد. واکسن مدرنا که اخیراً اعلام کرد که با موفقیت وارد فاز دوم شده خیلی امیدواری ایجاد کرد. بخشی از جامعه علمی علامت سوال‌هایی روی این تحقیق گذاشتن. چه ایراداتی بهش گرفته شده؟ الان روشی که شرکت مدرنا داره استفاده می‌کنه یک روش جدیدی هست که در واقع اون کد ژنتیکی ویروس رو وارد بدن پذیرنده یعنی انسان میکنه و اجازه میده که خود بدن انسان شروع کنه به ساخت اون پروتئین هایی از ویروس که بعداً بر علیهشون باید واکنش نشون داده بشه. یک تکنولوژی خیلی جدید هست، زمینه های موفقیتش خیلی دیده شده ولی هنوز عملاً توی بازار نیومده و در مقطع بسی ما این رو ندیدیم که بتونه آزمایشش رو پس بده. یه مقدار محل سوال بود این بود که اطلاعاتش رو به صورت علمی منتشر نکرد و اطلاعات رو به صورت یک گزارش خبری برای خبرگزاری ها منتشر کرد که خیلی ها فکر کردن که بیشتر جنبه بازاریابی داره و بحث اقتصادی قضیه هست و اطلاعاتی که منتشر شده بود عملا در فقط راجع به 8 تا بیمار بود که تونسته بودن نوترالایزینگ آنتیبادی تولید کنن، یعنی پاتنی که غیر فعال میکنه ویروس رو و بیماریزاییش ازش میگیره و روی 8 نفر نمیشه نتیجه های خیلی بزرگی گرفت. حالا امیدواریم که به زودی زود نتایج تکمیلیش بیاد بیرون و ما فکر میکنیم هنوز مدرنا یکی از واکسن‌های پیشتاز خواهد. اصل سوال کرده آیا میشه کشوری منتظر مراحل اداری تاییدیه واکسن نمونه؟ کشور خودشون تصمیم میگیرن و دولت‌ها برای سلامت مردمشون این اختیار رو دارن که تصمیماتی که صلاح میدونن رو بگیرن. به قولی آف لیبل عمل میکنن، یعنی صبر نمیکنن تا تمام مراحل بالینی واکسن و آزمایشاش تموم بشه و اثرات خفیفی که ممکن اثرات مضر خفیف و نادری که داشته هم شناسایی کنن و اجازه مصرفش رو میدن. این اتفاقی بود که در مورد ابولا افتاد چند سال قبل، ممکنه در مورد ویروس کرونا هم همین اتفاق بیفته. این در اختیار کشورها هست ولی سازمانهای تنظیم کننده رگولاتور به اصطلاح سازمان جهانی بهداشت این رو معمولا صادر نمی کنن تا وقتی که همه مراحلش طی شده باشه. مینو سوال کرده به نظرتون واکسن به ایران هم سریع میرسه؟ قصد جهانی این هست که ما در صورتی میتونیم دنیای امنی داشته باشیم که همه مردم دنیا امن باشن. بنابراین همه کشورها باید دسترسی داشته باشن بر اساس اولویت هایی که تعیین میشه. اولویت ها هم باید نه بر اساس کشور یا وضعیت سیاسی و غیر اقتصادی و توسعه باشه، این باید بر اساس اولویتی باشه که از نظر بهداشتی توجیه پذیر هست. برای مثال کارکنان بهداشتی درمانی به عنوان اولویت اولی خواهند بود که این واکسن رو باید دریافت بکنن چون با بیمار کرونا سر و کار دارن و فرضاً افرادی که بیشتر در مرز خطر مرگ هستن و این باید در برای همه کشورها یکسان باشه و ایران هم شامل بقیه است. همین اخیراً سازمان جهانی بهداشت قطعنامه‌ای رو صادر کرد که از حمایت تقریبا همه کشورهای دنیا برخوردار بود که بحث اصلیش این بود که واکسن کرونایی که تولید خواهد شد به عنوان یک
کالای جهانی عمومی Global Public Good در نظر گرفته خواهد شد و این حمایت تقریبا همه کشورها رو داشت و امیدواریم به همین شکل هم در اختیار همه قرار بگیره. سبا پرسید آیا واکسن رو سازمان جهانی به کشورهای مختلف توزیع میکنه یا هر کشوری باید خودش جداگونه بخره؟ سازمان های بین المللی تولید کننده واکسن نیستن و تولید کننده ها هستند که واکسن رو معمولا به فروش میرسونن چون بخش خصوصی هستن عمدهشون. به تبع هزینه زیادی داره تولید واکسن و هزینهشون باید تامین بشه. یعنی یه بخشی هم که الان ما میبینیم که این همه توجه هست بخش اقتصادی قضیه است که بازار بزرگی رو خیلی از دولت‌ها میبینن و میخوان که از این بازار بهره مند بشن. بنابراین کشور رو باید بخرن از تولید کننده. آیا امکانش هست که پیش خرید کرد واکسن رو؟ بله، قراردادایی رو همین الان هم دارن می‌بندن، بعضی از کشورها دارن پیش خرید می‌کنن. هنوز یه جور قمار هست به خاطر اینکه ما نمی‌دونیم کدوم واکسن به نتیجه می‌رسه، چه موقع به نتیجه می‌رسه. از این وضعیتی که هست یه سازمان‌هایی میان و یا دولت‌هایی میان سرمایه‌گذاری می‌کنن رو واکسنایی که فکر می‌کنن شانس موفقیت بیشتری داره. بازم طبیعی هست، این کاملا بحث بازار هست و چگونگی استفاده از اون و کمک به تولید، چون این سرمایه گذاری اولی یا پیش خرید کمک میکنه که تولید با سرعت بیشتری بره جلو و نیاز مالی بخش واکسن الان بسیار زیاد هست به سرمایه گذاری. ساره سوال کرده که مسئله اینه که با این همه تحریم ها و اینها آیا واکسن به ایران هم میرسه؟ ما 100% امیدواریم که این اتفاق بیفته. تحریم ها شامل دارو و واکسن ها نمیشن. مشکلاتی هم که در زمینه انتقالات مالی هست رو باید بشه حل کرد، یعنی امیدواریم که این تبعیض در این زمینه صورت نگیره و حتی امیدواریم روزی برسه که ایران خودش این توانایی رو داشته باشه که واکسن رو تولید کنه که اونقدر هم دور از ذهن نیست، بخاطر اینکه از نظر فناوری خیلی قابلیت های تولید همچین واکسن هایی توی ایران هم میتونه وجود داشته باشه. محسن سوال کرده تا تایید بشه این واکسن و به دست ما برسه و 80 میلیون واکسینه بشن کلی زمان میبره و توزیع صحیح این واکسن همش به مدیریت وزارت بهداشت ربط داره. چه انتظاری باید از وزارت بهداشت داشت؟ از نظر زمان فرمایش کاملا صحیح است. انتظارات رو باید تنظیم کرد، انتظارات رو باید مدیریت کرد. حداقل زمانی که طول میکشه که فاز دوی بالینی یک واکسن با موفقیت تموم شه و اطلاعات کافی به وجود بیاد رو ما 6 ماه در نظر میگیریم و معمولا ما 365 روز، یعنی یک سال رو کافی میدونیم برای اینکه این فاز رو تموم شده در نظر بگیریم. به عوامل دیگه هم بستگی داره، مثل گستره بیماری. یعنی ما واکسنایی رو داشتیم مثل واکسن ابولا که تا زمانی که در واقع واکسن تولید شد به مرحله رسید که میخواست آزمایش بالینی در سطح وسیع تر روش انجام بشه، عملا دیگه ویروسی در گسترش نبود، یعنی ویروس دیگه وجود نداشت، چون بیماری کنترل شده بود به خودی خود و امکان مطالعات بالینی واکسن وجود نداشت، که خیلی بیشتر در این موارد طول میکشه فازهای تولید و اثر بخشی و آزمایشاتی که لازمه روی واکسن انجام بشه. فرض بر این که اون فازها توی یک سال آینده به خوبی انجام بشه و واکسن به تولید انبوه هم برسه، که حالا با روشایی که عرض کردم اینا دارن مثلا موازی انجام میدن، یعنی بستر تولید انبوه رو همزمان دارن آماده میکنن بسیار شرکت داروسازی، اون زمان هست که تولید شروع میشه و مطمئنا در فاز اولیه میلیاردها دوز توزیع و تولید نخواهد شد و توزیع هم نخواهد شد، حتما بر اساس یک اولویت بندی خواهد بود. ایران یکی از قوی ترین نظام های سلامت رو داره توی خاورمیانه و حتی توی دنیا و ما مشکل خاصی رو پیش بینی نمی کنیم که در زمینه مدیریت در توزیع واکسن وجود داشته باشه. به طبع اولویت بندی باید انجام بشه و سیاست های پیشگیری و مراقبت ایران هم همیشه مؤثر بوده، موفق بوده. ما هیچ کمبود جدی رو توی هیچ کدوم از اصول اولیه سلامت عمومی تو ایران شاهد نبودیم. خیلی ممنون دکتر ستاش. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید.